اسم دوغ گل اشرفیه، همونجور که بهتون گفتیم 6 تا یا 8 تا، درسته 6 یا 8 در میاریم، 4 تا میذاریم. هر دسته رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، 4 تا دوتایی میشه و هر بار 3 بار دورش میتابونیم. نکته مهم فقط در سر این زوایاست که اینجا تابوندیم، باید بیایم از تو دل این بیاریم اینجا، بریم بالا. 4 تا کوک 4 طرف میخوره موقعی که این کارو انجام میدیم. بعد از خود نخ برمیداریم به صورت زبدری و اونم 3 بار باید تابونده بشه. به این ترتیب 4 تا ستایی ما دسته داریم. شروع میکنیم الان به بافت گل اشرفی، یکی روی یکی زیر با تای سوزن هم این کار رو انجام میدیم، به این صورت، به این شکل. مجدد بافتمون بچه ها کشش نخش یکی باشه، یه جور نشه که ازیاشی، و بعد دوباره این میاد روی کار. این هم میتونید اینجوری اینجوری ببندید دستتون رو که نختون در واقع زیاده اذیت نشه، بعد رهاش کنید بیاد این و اینجوری 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 مثلا کلاس بذاریم. این هم به این صورت. آره نکته مهم اینه که این بافته منسجم باشه، کنار هم کنار هم قرار بگیره. گل اشرفی زیباترین دوخته در شبکه دوزی های اصفهانه که من خیلی دوستش دارم، خیلی هم ناز میشه. کنار هم کنار هم میتونیم اینا رو کامل کنیم، به این صورت بچه، به این شکل، به این صورت. دیدین عزیزان دلم، در نهایت دوختمون به این زیبایی در میاد. الان این یک پر از اون گل اشرفی که دوخته شده، یعنی در واقع شما اینو که میخواییم بدوزید تا نصف این خط بزرگ که داریم دوخته میشه، این تا نصف دوخته میشه، بعد میریم سر این سپر، دوباره سپر سپر، این گلمون کامل میشه.